سلام دوستای عزیزم، وقتتون بخیر باشه. امروز با یه دستگاه دیجیتال در خدمتتون هستم. یه دستگاه دیجیتال برند دنای که می‌خوایم بررسیش کنیم ببینیم که اشکال این دستگاه دیجیتال چیه. من این دستگاه رو به برق می‌زنم و ببینیم که چه اتفاقی براش افتاده. خب دستگاه روشن میشه، اما یه چراغ سبزی که اینجاست خیلی کم نوره. وقتی این چراغ سبز روشن میشه کم نوره، یعنی تغذیه دستگاه درست کار نمیکنه. خب دستگاه رو باز کنیم ببینیم که آقا این تغذیه دستگاه چه اشکالی داره. اکثر اشکالاتی که برای این دستگاه پیش میاد به خاطر تغذیه است و یه تغذیه‌ای که روی این دستگاه وجود داره باعث میشه که این اختلالات و این اشکالات براش پیش بیاد. حالا چجوری بفهمیم که از تغذیه است؟ ببینید، وقتی که روشن میکنید یه نور سبز خیلی کم رنگی روی دستگاه هست، این به خاطر تغذیه است. اگه دیدید اصلا روشن نمیشه، این به خاطر تغذیه است. بعد کلا بهتون بگم 99% اشکالات این دستگاه از روی تغذیه است. تغذیه این دستگاه باعث سوختن کل این دستگاه هم میشه که بعضی وقتا اصلا ارزش تعمیر نداره. الان خب قیمت این دستگاه یه مقدار بالا رفته، بخوایم تعمیرش کنیم، بازش کنیم ببینیم که عیبش چیه. خب از برق قطعش میکنم که حتما باید نکات ایمنی رعایت کنیم. خب با باز کردن این دستگاه فکر میکنی چه اشکالی رو این دستگاه وجود داره؟ قبل از اینکه من بگم خودتون تشخیص بدید. خیلی ساده است. الان که من دارم میبینم این خازنی که باد کرده، پس این خازن تغذیهش اشکال داره. خازن رو عوض میکنم و چک میکنیم ببینیم که این دستگاه درست میشه یا نه. خب بعد از باز کردن اون خازن که میتونید ببینید خازن باد کرده و کجا قرار داشت؟ اینجا کجاست؟ اینجا خروجی تغذیه است، یعنی برق ورودی است. اینجا وارد تغذیه میشه، بعد از عبور از فیلترها وارد خازن صافی میشه و توسط یه PWM موج فرکانس مربعی ایجاد میشه، وارد ترانس میشه و یه ولتاژی که مورد نیاز این دستگاه است رو تعمیم میکنه. خب چرا حالا چراغ سبز روشن نمیشد؟ ببینید، وقتی این خازن خراب میشه، این خازن 10 ولت 1000 میکروفاراده، وقتی این خازن خراب میشه دیگه اجازه نمیده این ولتاژی که اینجا ایجاد شده و برای خروجی و برای تغذیه مدار هستش، این قسمت 5 ولت این مدار میشه. این خازن در اینجا نشتی داره. نشتی این خازن باعث میشه که ولتاژی که اینجا ایجاد شده دیگه به این سمت نره، همینجا مصرف بشه یا هدر بره. این هدر رفتن یا همون اتفاقی که توی خازن ها میفته که یه ویدئوی کاملی در مورد خازن ها من توضیح دادم، این خازن دیگه باعث میشه این بورد دیگه حالی نداشته باشه برای روشن کردن تغذیهش. وقتی 5 ولتی که برای میکرو ساخته میشه توسط این خازن تعمیم میشه نتونه اون ولتاژ 5 ولت رو به میکرو برسونه و کمتر باشه، چه اتفاق میفته؟ میکرو دیگه حال نداره این دستگاه رو روشن کنه، که میبینید چراغ سبز حال نداره. حالا من این خازن رو تعویض میکنم، اگه میکرو سالم باشه مطمئنن چراغ سبز پرنورتر میشه و دستگاه سر حال میشه. اینه که باعث میشه این خازن جلوی روشن شدن یا گرم شدن اون چراغ سبز رو بگیره و چراغ LED سبز دیگه نور کافی رو نداشته باشه. جوری ساده گفتم که دیگه دستت بیاد قضیه از چه قراره. منم با یه خازن 1000 میکروفاراد دیگه 10 ولتی سر حالش میاریم و چک میکنیم ببینیم که آیا دستگاه ما ریکاوری میشه یا نه. خب سعی میکنم که این خازن ها رو هم تعویض کنم، چون وقتی دستگاه رو باز کردیم بهتره که این خازن هایی که در حال کار کردن هستن تعویض بشن، که دیگه مجدد همین داستان این خازنی که زحمت خودشو کشیده و خسته شده برای اونو پیش نیاد. این خازن جدید اینجا جاگذاری میکنم، بقیه خازنا رو هم یه چک میکنم، اگه اوکی بود که اوکی بود، اگه نبود کمی ESRش اومده بالاتر یا اینکه ظرفیتش کاهش پیدا کرده این خازن ها رو هم تعویض میکنم. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، وقتی که این خازن رو دارین نصب میکنی سر جاش، حواستون به مثبت و منفی خازن باشه. من اینجا این خازن با علامت منفی که روی خازن نشون داده شده با قسمت هاشوردار یکی دارم وصل میکنم و این قسمت مثبت هم توی قسمت مثبت. اگه شما خازن رو اشتباه وصل کنید باعث ترکیدن خازن میشه یا به مدار آسیب میرسه. حالا اومدیم و یه بردی دستتون بود که نتونستید این قسمت ها رو تا
تشخیص بدید. حالا هر برد مهم نیست چه بردی، حتما نباید دستگاه دیجیتال باشه. هر بردی که اومدین و خازنشو در آوردین دیگه نمیدونین کدوم سمت مثبت کدوم سمت منفی. خازنهای اطرافی که وجود داره پایه منفیشونو با خازنهای دیگه‌ای که سر جاشون هست تست میکنن، کدوم پایه منفی با کدوم پایه منفی بوق دائم میزنه، نه لحظه ای. اگه دائم بوق میزنه مطمئنا پایه منفی این خازن با پایه منفی این خازن و پایه منفی این خازن مشترکه. پس شما میتونید به سادگی پایه منفی خازن رو پیدا کنید و حالا مثبتش که دیگه خودش مشخص میشه و حتما دقت کنید که خازن رو درست سر جای خودش وصل بکنید. خب بچه‌ها، من بردش رو سر جاش قرار دادم و بستم، حالا سوکتاشو جا زدم، می‌خوام تست روشن شدنشو بگیریم ببینیم که قبلا که یه چراغ سبز کوچیک کم نور روشن میشد، بعد از تعویض همون یه خازن کوچیک چه اتفاقی براش افتاده. خب میبینید که دستگاه کامل روشن شده. قبلا یه چراغ سبز ریز روشن میشد، الان چراغ خاموش یا همون چراغ پاورش روشن شده، کانال ها رو صفر کرد. حالا من دکمه روشن رو میزنم، دستگاه روشن شد. پس اون خازن 10 ولتی 1000 میکروفاراد برای تغذیه دستگاه بود و میکرو رو روشن میکرد. وقتی میکرو نتونه اون ولتاژی که نیاز داره رو به دست بیاره، این اتفاقا براش میاد، یه هنگیای عجیب غریبی براش پیش میاد. به همین راحتی مشکل این دستگاه برطرف شد. شما اگه همچین اتفاقاتی برای دستگاهتون افتاده، میتونید به سادگی مشکل رو حل کنید. فقط نکات ایمنی رو حتما رعایت کنید. خازنایی که اینجا وجود داره خازنای تغذیه ولتاژ 400 ولتیه. حالا 400 ولت روش نیست، ولی خازنای 400 ولتیه که این تغذیه 220 ولت مستقیم میاد روی این خازن. یعنی شما اگه بخواید این بردو باز کنید، هر چی ظرفیتش بیشتر باشه، مانده ولتاژ توی این خازن بیشتره و وقتی بردو باز کردید مطمئناً باعث برق گرفتگی میشه، حتی اگر دو شاخ برقش رو کشیده باشید. پس این نکات ایمنی رو رعایت کنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموشتون نشه. اگه نظر یا سوالی داشتید برامون بذارید، خوشحال میشیم که صحبت‌های شما رو هم بشنویم. به امید دیدار مجدد.